Bonjour et bonsoir. J'espère que vous êtes de bonne humeur. امیدوارم در حال و مود خوبی باشید. خیلی خوش اومدید به ویدیو دیگه با مریم از سری ویدیوهای آموزش فرانسه سطح A1. به انتهای کتاب داریم نزدیک میشیم. اونیته 11. اونیته 11 ما الان در روزهای آخر فروردین 1400 شمسی هستیم. امیدیم که این سری ویدیو براتون مفید و موثر باشه. دلم میخواد نکات قوت و یا شاید نکات ضعفی که داشت و میدونم که هرچی میمدیم این طرف تر هی تبدیل به نکات قوت میشه، چون مهارت من بیشتر میشد و تسلط من، شاید بگم امکاناتی که من داشتم، مثل میکروفون، مثل استفاده از موس و موسی که پررنگ بود روی درس آخر، من موس میآوردم که درس رو نشون میداد خطو، ولی تو درس های اول نمیدونستم، این آگاهی نداشتم. اینا روز به روز بهتر شده بود. خیلی خوشحال میشم که پوان فوق ها و پوان های موفق، یعنی قسمت های قوی و در از قسمت های یکم ضعیفتر رو در مورد این ویدیو حتما برای من بنویسید تا احیانا برای آغاز ویدیوهای جدید بتونیم با هم دیگه قوی تر کار کنیم و رضایت بیشتری از کار داشته باشیم. خب ابتدای یونیته 11 بزن بریم. اگه تازه با این کانال آشنا شدید دوست من سابسکرایب بفرما، اگه میخوای زنگوله کنارش هم بزنی هیچکدوم از ویدیوها رو از دست نمیری و میتونی در قسمت پلی لیست ها لیست های متفاوت آموزشی رو ببینی و یا در دیسکریپشن همین پست میتونی لینک پلی لیست های متفاوت داشته باشی و سر بزنی. امیدین که برات مناسب باشه. یونیته 11 او گران تر در هوای آزاد. گران چرا گفتم تر؟ هر موقع دی که خونده نمیشه برسه به کلمه ای که وایل هست، دی که خونده نمیشه تلفظش میشه ت. او گران تر در هوای آزاد. مو سیت اون ویل. Oui, c'est une ville, یک شهره. C'est une ville polluée. C'est une ville polluée. Alors là, il y a des voitures qui polluent. Bah, ماشین‌های سنگ آلودگی ایجاد می‌کنن. Des appartements. Vous voyez, il y a beaucoup d'appartements. Oui, c'est une ville grise. یک شهر خاکستری. Et moi, j'en ai assez. J'en ai assez. یعنی I'm fed up. خسته شدم، به اینجام رسیده این همه بدبختی. جانه هسته دکومان ا ویل او کمپانی، شهر یا کمپانی، بیرون شهر دشت دارم ویل او کمپانی. رویغده سنسله علا کمپانی. پوخوا سنسله، چرا اقامت کردن، عبیته کردن در کمپانی، علا کمپانی، علا کمپانی. پوخوا پسکه، به خاطر اینکه جانه مار دولا ویل. J'en ai marre. I'm fed up. خسته شدم. داغون شدم. J'en ai marre. از چی؟ De la ville. از شهر. J'en ai marre de la ville. Bon. C'est un sondage. آمار گرفتنه. کسایی که توی کمپانی زندگی می‌کردن، زمان آزادشون، le temps libre 60%. Le logement, مسکن 50%, احتمالاً moins cher, ارزان‌تر. Les prix 42%, moins cher. La météo 33%, mieux, بهتر. Les loisirs و هابی‌های تفریحاتی که داشتن 32%. Le temps de transport quotidien 13%. Le temps de transport quotidien. زمان حمل و نقل روزانه quotidien. Le temps de transport quotidien 13%. این سونداج از کی گرفته شده؟ این سال ها از کی انتروژه شده؟ از فرانسیلیان ها. کی سون لی فرانسیلیان؟ لی فرانسیلیان سون دز ابیتان دو لا ریژیون ایل دو فرانس کی انتور پاری. بین کسایی که ابیتان، به کسایی که میشینن اقامت دارن در رژیون، در منطقه ایل دو فرانس. ایل دو فرانس منطقه هست
اطراف پاریس، اطراف پاریس محله‌ای هست، محله که بهتر بگم یک منطقه‌ای هست به نام ایل دو فرانس که به افرادی که اونجا سنسله دارن عبیت میکنن میگن فرانسیلیان. پرامیر اکوت. پس این سوندژ از فرانسیلیان ها گرفته، کسایی که ویلو ترک کردن برای اینکه توی کامپانی زندگی کنن، یعنی اطراف پاریس، مثلا توی ریژیون، توی منطقه ایل دو فرانس، که به اینجور اشخاص میگن فرانسیلیان. پرامیر اکوت کس کسه؟ این که گوش میدین این امیسیون دو رادیو، امیسیون یعنی پروگرام، برنامه رادیویی هست. ان ژورنال دانفورماسیون، یک مجله اطلاعاتی هست در روزنامه، در تلویزیون یا رادیو. اون پوبلیسیتی یا یک پابلیس تبلیغات. کل لو سوژه 4 او ویو لی پرسون انتروژه، او ویو لی پرسون انتروژه. است کل سون کونتون دو لور وی؟ Est-ce qu'elles, ça veut dire les personnes, sont contentes de leur vie à Zendegishun? Vas-y, hein? Alors, on va écouter ce dialogue. Peut-être c'est une émission. Il y a 3 personnes, Marie, Karim et Paul. Marie, Karim et Paul sont interrogés. Sont interrogés. مورد سوال قرار گرفتم برای این آنکت. حالا اونی با بریم. Unité 11 au grand air. Page 160, document A. Ville ou campagne? Bonjour à tous. Bienvenue dans notre émission Envie d'ailleurs. Aujourd'hui, la parole est aux citadins. Bonjour Marie. Vous habitez à Paris? Oui. Pourquoi vous voulez partir à la campagne? Parce que j'en ai marre de la ville. Ma vie ici, c'est trop déprimant. Je travaille tout le temps. Je veux m'installer à la campagne pour avoir plus de temps libre et profiter de beaux paysages. Et pour la météo aussi. C'est trop triste ici, j'en ai assez. Je veux du soleil. Ah oui, c'est bien connu. On a plus de soleil à la campagne. Oui, c'est plus agréable. Et puis en ville, c'est trop cher. Vous avez vu le prix des loyers? Ils sont plus élevés dans les grandes villes. Et les logements sont minuscules. Ça aussi, c'est une raison de partir. Bonjour Karim. Vous aussi, vous rêvez de partir à la campagne? Oui, je me sens mal ici. La pollution, les voitures... Je n'en peux plus. C'est trop stressant. À la campagne, il y a plus de transports en commun qu'en ville? Non, mais on passe moins de temps dans la voiture et dans les bouchons. Et ça, c'est reposant. Bonjour, Paul. Toi aussi, tu veux aller vivre à la campagne? Oui. Pourquoi? La ville, c'est pas mon truc. Ici, on habite dans un appartement. À la campagne, on peut avoir une maison. Et puis, j'aime les animaux et les jeux. Il y a plus de jeux à la campagne? À la campagne, on peut jouer dehors, dans le jardin. C'est mieux, c'est plus calme qu'en ville. Bon. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est une émission de radio. Ben, le radio, quel est le sujet? Les citadins. Citadins, ça veut dire les personnes qui habitent en ville. Les citadins. Les citadins, ça veut dire les personnes qui habitent en ville. Les citadins. Les citadins. Les citadins. Les citadins. Où vivent les personnes interrogées? Où vivent les personnes interrogées? Interrogées, ça veut dire مورد سوال قرار گرفته. شخص اشخاصی که پرسون هایی که انتروژه شدن کجا زندگی میکنن آن ویله.
Est-ce qu'elles sont contentes de leur vie? Mais non, non. Az zendegishun razi nistan. Deuxième écoute, gush konin. Gofte associer les critères du sondage aux déclarations de Marie, Karim et Paul. Associer kon, rapt bede match kon, critères du sondage. معیارهای این سنداج و آمارو به اظهارات ماری، کریم، اپول. ماری منظور از کریترها بچه اینا. این چیزایی که تو سنداج گفته چقدر تاملیبغا داری و لازم لجمان چجوری هستی و قیمت و ننه ننه اکسترا اکسترا. میگه ماری، کریم و پل هر کدوم در مورد کدوم یکی از کریترها و معیارها صحبت کردن. Ils utilisent quelle expression? ماری، کریم، پل. ماری 1 2 3 4. C'est trop déprimant. Déprimant. Ça veut dire quelque chose qui te rend déprimé. یه چیزی که تو رو افسرده میکنه، یعنی افسرده کننده، خیلی افسرده کننده است. سپا مون تروک، نه سعی اون چیزی نیستش که من دوست دارم، چیز مورد علاقه من نیست. سپا مون تروک. جان مار اون شدم، مثلا به اینجا رسیده. جنان پو پلو. I cannot continue anymore. I can't stand anymore. نمیتونم تحمل کنم اونو. آن به اون زندگی، به اون قضیه برمیگرده. Je n'en peux plus. Quels mots sont négatifs? Agréable, calme, déprimant, reposant, stressant. Kudum mot positif et kudum mot négatif. Quel est le synonyme d'embouteillage? Embouteillage, ça veut dire trafic. Hala mige, quel est le synonyme d'embouteillage? Tu es mat, mige, bouchon, pollution, voiture. Bon. Dalam nemiya, deuxième écoute au baratou nazar. Pas, verim bari deuxième écoute. Unité 11. Au grand air. Page 160, document A. Ville ou campagne? Bonjour à tous, bienvenue dans notre émission Envie d'ailleurs. Aujourd'hui, la parole est aux citadins. Bonjour Marie. Vous habitez à Paris? Oui. Pourquoi vous voulez partir à la campagne? Parce que j'en ai marre de la ville. Ma vie ici, c'est trop déprimant. Je travaille tout le temps. Je veux m'installer à la campagne pour avoir plus de temps libre et profiter de beaux paysages. Et pour la météo aussi. C'est trop triste ici, j'en ai assez. Je veux du soleil. Ah oui, c'est bien connu. On a plus de soleil à la campagne. Oui, c'est plus agréable. Et puis en ville, c'est trop cher. Vous avez vu le prix des loyers? Ils sont plus élevés dans les grandes villes. Et les logements sont minuscules. Ça aussi, c'est une raison de partir. Bonjour, Karim. Vous aussi, vous rêvez de partir à la campagne? Oui. Je me sens mal ici. La pollution, les voitures, je n'en peux plus. C'est trop stressant. À la campagne, il y a plus de transports en commun qu'en ville? Non, mais on passe moins de temps dans la voiture et dans les bouchons. Et ça, c'est reposant. Bonjour Paul. Toi aussi, tu veux aller vivre à la campagne? Oui. Pourquoi? La ville, c'est pas mon truc. Ici, on habite dans un appartement. À la campagne, on peut avoir une maison. Et puis, j'aime les animaux et les jeux. Il y a plus de jeux à la campagne? À la campagne, on peut jouer dehors, dans le jardin. C'est mieux, c'est plus calme qu'en ville. Bon.
deuxième page. Marie associe quel critère? Le temps libre, à ce temps libre, sur le cas de la météo, les prix, le logement, Karim, il parle du temps de transport quotidien et Paul, le logement, Maskan, va loisir. Écoute, c'est qu'un agilid. من جواب اینجا براتون نوشتم ولی واقعا ویدیو طولانی میشه بخوام سر هر کدوم جملات صحبت کنم. بنابر اید شما میتونید قسمت هایی که متوجه نشدید و همین الان دیکسیونر سرچ کنید، گوگل کنید، اگه متوجه نشدید حتما کامنت بذارید من براتون جواب میدم تا آموزشم کامل بشه. خب مقی از کدوم اکسپرسیون استفاده میکنه؟ میگه سه ترو دپریمون، خیلی افسرده کننده است. جان مار، داغون شدم، خسته شدم. کریم، je n'en peux plus، دیگه نمیتونم. پال، سه پامون تروک، زندگی کردن مثلا توی شهر از اون چیزی نیست که من دوست دارم. سه پامون تروک. لمو پوزیتیف، نانانی نانانا، اینا اینا اینا. لمو نگاتیف، دپریمون، استرسان. Synonyme embouteillage, yani trafic, monsieur bouchon. Et c'est la transcription. C'est la transcription. Tu es une transcription, tu es un sondage. Que... Il y a un dialogue qui est une journaliste, Marie, Karim, va Paul Bout. Il y a une comparaison, il y a une vie à la campagne et vie en ville. Alors, document B, on part. On part, c'est le verbe partir. Ça veut dire raftan azimat kardan. On part. Yani ke berim, harakat konim, azimat konim. Compréhension écrite. Un document B. Qui a écrit ces listes? Qui a écrit ces listes? Vous voyez, c'est un message. Il y a deux listes. Marinette a écrit une liste et Manu a écrit, نوشته, l'autre liste. Une liste دیگه نوشته. Citadin, ça suffit. Nos raisons de partir. Citadin, ça veut dire le fait d'habiter à la ville. شهرنشینی کافیه. Ça suffit. Nos raisons de partir. دلایل عزیمت کردن ما. Nos raisons de partir. Marinette. Pourquoi Marinette, elle veut partir? Elle veut fuir. Fuir, ça veut dire run away, faror kardan. Elle veut fuir la routine. Az zendegi routine, faror kone. Elle veut monter mon entreprise. Elle veut montrer son entreprise. Mikhad monter kone. Monter bacha. Inja be manaye بالا بردن شرکت یعنی یک شرکت احداث کنه، فونده کنه، تأسیس کنه. Elle veut vivre mieux. میخواد بهتر، mieux زندگی کنه. Et Manu, pourquoi elle quitte sa vie à la ville pour quitter la grisaille? Il veut کیته تر کنه گریزای. گریزای یعنی کلن شرایط زندگی گری، یعنی شرایط زندگی خاکستری. Il va être proche de la nature. Être proche, ça veut dire être près, نزدیک de. نزدیک être proche de. Être proche de. Être proche de. یعنی نزدیک چیزی بودن، نزدیک طبیعت بودن. Écoutez mes envies. Écoutez mes envies. Envie, ها مو گوش بدم. تمایلاتم، دوست داشتن ها، حسم، envie.
changer de rythme de vie, changer de rythme de vie, changer de rythme de vie, changer de rythme de vie. عوض کردن ریتم زندگی. دلایل فیر کردن از شهر، فرار کردن از شهر مارینت و ملی. کی ا اکریت سه لیست مارینت؟ مارینت و منو ont écrit ces listes. De quoi parle ces listes? Des raisons du départ de la ville, des raisons d'aloyel tark azimat du départ. Départ esme kalamege partir hasfele partir has de la ville de Marinette et Manu. Qui va changer de métier? Mariette. Qui چه کسی و سو رپخوشه دو لنتور؟ چه کسی میخواد سو رپخوشه کنه، نزدیک بشه، رپخوشه کنه، سو خودشو نزدیک کنه به طبیعت؟ کی و سو رپخوشه؟ فلپ دو زمیر است به طبیعت. منو. کی آنه اسه؟ چه کسی خسته شده؟ ده جورنه کی سو رسامبل؟ روزهایی که به یکدیگر شباهت دارند. مریت. La grisaille, ça veut dire quoi? Oui, ça veut dire le mauvais temps. On va avoir bad, rockestari, oldegi. Le mauvais temps, avoir bad. Qui sont les personnes principaux? Qui sont les personnes principaux? Principaux. جمع صفت پرنسیپال در حالت مسکولن هست. پرنسیپال مسکولن، جمع مسکولنش میشه پرنسیپو، چون پرسوناج مسکولنه. شخصیت های اصلی کیا هستن؟ مریت و منی. کیه مسیو آنری؟ خب مسیو آنری، برای این که متوجه بشیم کیا هستن، باید دکومان B رو بخونیم. کی است مسیو آنری؟ qu'est-ce qu'ils ont décidé؟ qu'est-ce qu'ils ont décidé؟ aujourd'hui چه چیزی تصمیم گرفتن؟ او اسکیلا ویو، او اسکیل ویو، ایل ویو، کجا زندگی میکنن؟ آنی و بریم ببینیم آقای آنری چیه و چه تصمیم. Alors, je répète, il y a aussi Mariette va man, on a un humeur. Il y a des gens qui ont été très bien, très bien. Vous savez, ça a été d'où à la ville, chat. Alors, on a loué un camion et j'ai regardé, mais il y a mettre qu'on est besoin d'un carton, on va se faire. On est parti, on a fait un haricot, on a fait un inventaire. Les ravenels, inventaire, inventaire. Les Ravenel, c'est une chouette. Ah, les Ravenel, c'est chouette. Il m'a intéressé, c'est une jam has, pour le dos de ma chère, c'est chouette. C'est chouette, c'est chouette, c'est chouette, mareke bud. C'est la campagne, campagne bud, binu shahr bud. Et il y a des arbres, arbres, ça veut dire deracht, des fleurs et des oiseaux. Touche deracht dosh, fleurs dosh, oiseaux dosh, parande dosh. À l'arrivée, dar hingam vorud, à l'arrivée, nous attendait. چه کسی منتظر ما بود؟ مسیو آنری. یعنی این فاعل ماست، این مفعول ماست. منتظر ما بود مسیو آنری. ساختاری زده به هم ریخته. مفعول، فعل، فاعل. Il nous a gentiment tendu les clés. Tendu. یعنی به ما داد، به دست ما داد. با مهربانی، gentiment. Nous a. Il nous a tendu. Il va نیاره به مسیو آنری.
Monsieur Henri به ما با مهربانی تندو کرد، تحویل داد، یعنی به عبارتی اینطوری دستشو آورد جلو به ما داد، تقدیم کرد یه جورایی لکله کلیدها. خب کی سون لی پرسون پرنسیپو؟ ماریت و منو. کیه مسیو آنری؟ لی پروپریتر دو لا نوول میزون. لی پروپریتر صاحب دو لا نوول میزون، خانه جدید. Qu'est-ce qu'ils ont décidé? Ils ont décidé de partir à la campagne. On a, در گذشته décidé کردن، تصمیم گرفتن. De partir à la campagne. Bon. Pour exprimer son insatisfaction avec des formules suivantes. با این فرمول ها میتونیم انساتیسفکسیونمون رو، نارضایتیمون رو، انساتیسفکسیونمون رو اکسپریمه کنیم، نشون بدیم. Ce n'est pas mon truc. Je me sens mal. Je me sens triste. احساس بدی دارم، احساس ناراحتی دارم. C'est trop déprimant. خیلی افسرده کننده است. خیلی زیاد استرسان هست. جان ما، جان اسه، دو تا ایش یه معنی ده، یعنی اینکه به اینجام رسیده. جان ما، جان اسه، میتونی ادامه بدی از چیزی. دو لویل، جان ما، دو لویل، جان اسه، دو لویل. سا سوفی کافیه. جنان پو پلو، دیگه نمیتونم. Je ne peux plus continuer. Je n'en peux plus. Je n'en peux plus. La grammaire, c'est sur la comparaison. در مورد قیاسه. وقتی که یک اسم رو قیاس میکنیم، تعداد درخت ها، وقتی که در مورد یک صفت، در مورد یک صفت رو میان مقایسه میکنیم، آلودگی اینجا و اونجا، تعداد درختان اینجا و آنجا. پلو بیشتر، موان کمتر. وقتی بخوایم اسمو بخوایم مقایسه کنیم، میگیم پلو دو، یه اسمی انقدر بیشتر داره، درخت بیشتر داره، یه اسمی. موان دو به اضافه اسم و که سپا اوبلیگاتوار، اجباری نیست استفاده از که. مثلا à la campagne il y a plus d'arbres. تعداد بیشتری، تعداد بیشتری، تعداد بیشتری درخت. Que en ville. Qu'en ville. Qu'en ville. Campagne کمتر آلوده است تا شهر. La campagne est moins polluée. Est moins polluée. Polluée آلوده تا، این آلوده کمتر. Polluée avec e. چرا؟ چون کمپانی فمینانه. که لویل. لا کمپانی ای موان پولوه که لویل. لا کمپانی ای موان پولوه که لویل. پلو پولوه آلوده تر. موان پولوه یعنی کمتر آلوده. همونقدر آلوده است. قیاس دیگه. اوسی پولوه. اوسی polluer. Par exemple, je veux avoir plus de temps libre. مقدار بیشتری، مقدار بیشتری. اسم و قراره دو تا مقایسه کنه. Je veux avoir plus de temps, more free time. Plus de, بعدش اسم. Plus de temps libre. Les loyers sont plus élevés. Élevé, اینجا یه صفته. میگه که اجاره خونه ها، les loyers sont plus élevés dans les grandes villes. À la campagne, il y a plus de transports en commun qu'en ville. À la campagne, il y a plus de اسم، تعداد بیشتری، تعداد بیشتری ترانسپورت ان کومن، وسایل حمل و نقل عمومی، ترانسپورت ان کومن qu'en ville. Qu'en ville. On passe moins de temps dans la voiture.
ما میگذرونیم moins de مقدار کمتری از چی؟ از چی؟ مقدار کمتری، مقدار کمتری، plus de مقدار بیشتری، moins de مقدار کمتری، plus de مقدار بیشتری، moins de مقدار کمتری از اسم moins de temps libre dans la voiture. اینجا در مورد کجاست؟ کمپانی. به همین آسونی plus de moins de autant de مقدار بیشتری از یه چیزی، مقدار کمتری از یه چیزی، همان مقدار از یه چیزی. اضافه اسم. plus de livres moins de livres autant de livres. من همونقدر کتاب دارم که مریم. من تعداد کمتری کتاب دارم که مریم. من تعداد بیشتری کتاب دارم که یا تا مریم. à la campagne on voit plus تعداد بیشتری، تعداد بیشتری از یک اسم plus d'animaux. tu fais moins de sport en ville. dans mon village il y a moins de médecins qu'en ville. dans les centres-villes il y a plus d'appartements que des maisons. je veux passer moins de temps dans les transports. 2. قیاس اسم بدون 2 plus بضافه adjective moins بضافه adjective قیاس صفت. اینم از انتهای جلسه چلو شیشم فکر میکنم و آغاز یونیتی دیست. بچه این ترانسکریپسیون رو حتما اینجا پاس کن، نگه دار که انترویو بود راجب زندگی، مقایسه همه وکبولاغ رو خوندیم، قیاس رو خوندیم. مثلا ببین اینجا میگه ایلیا پلوز دو ترانسپور آن کومن، تعداد بیشتری، پلوز دو چی؟ ترانسپور آن کومن، وسایل نقلیه عمومی، ترانسپور آن کومن که آن ویل، الیزیون چه کان ویل، تعداد بیشتری، پلوز دو ترانسپور آن کومن کان ویل. و همینطوری که میتونید اینجا پاس کنید، اینو انالیز کنید و بعد این ویدیو رو ببندین و میخوام به ادامه کارتون برسید. اینو، این متن رو حتما کامل کنید، دوباره گوش کنیم، میتونید ذره زنه تر گوش کنی. اگر که کتابش رو دانلود کردی میتونی پیست ها و وایساش رو دوباره گوش بدی. امید این درس براتون مفید باشه. اگر خوشتون اومد ممنون میشم، احساس خوبی میدید، انرژی میدید اگه لایک کنید، کامنت کنید و میدونید که همیشه پیشنهادات ویدیویتون رو میتونید در قسمت کامنت ها برای من بذارید. Alors, je vous dis à très bientôt et à la séance prochaine. Prenez soin de vous. Ciao.